آدم فضایی واقعی هست. این روزا هر جا رو که نگاه میکنی از توییتر گرفته تا یوتیوب و رسانه‌های تکنولوژی و خبرهای مربوط به مایکروسافت همه دارن راجع به چه اینجوری شدم؟ چت جی پی تی، بذارید دوباره تکرارش بکنم درست میشه. چت جی پی تی. همه دارن راجع به چت جی پی تی صحبت میکنن. چت جی پی تی هم اینجاست و میخوایم تا آخر ویدیو با هم دیگه بریم جلو. یه چت بات مبتنی بر هوش مصنوعی که علاوه بر اینکه حالا خیلی باهوشه ایشون، از پس کار بیشتری هم برمیاد. زمینی که در دسترس همه هم هست، مهمتر از همه اینکه کاملا رایگانه، لااقل فعلا رایگانه. از چت جی پی تی میتونید هر چی که فکرشو بکنید بپرسید. میتونید مثلا حالا می‌خواستم یه چیز دیگه ای رو بگم، ولی حالا کیوان اینجاست داره ما میگه که یه جوک بگو. به نظرم بذار با یه سلام یه چیزی شروع کنیم. نه به نظرم دور از ادبه. مثلا سلام رفیق. اوه سلام، چطور میتونم به شما کمک کنم؟ یه جوک قرار بود بگید. یه چوک نوشتم، اجازه بدین که یه جوک برام بگو. خب لطفاً جوکی را که میخواهید بخوانید بگویید. همین جوک بود. باریکلا. منو خندوند. ولی خب کار دیگه هم میتونیم باش بکنیم. کد بزنه. مثلا همون هلو ورده مثلا بدی نیست. بذار بنویسم که یه برنامه برام بنویس هلو ورد رو آره چاپ کنه. خب این یک نمونه کد پایتون برای نوشتن می باشد. یا ابوالفضل محمد جان نوشت. بله داره ادامه هم میده، میگه همچنین می توانید از دستور اینپوت برای ورودی از کاربر استفاده بکنید. سناریو هم این ول نمی کنه دیگه. من اجازه بدید که این جنریتش رو استاپ بکنم. هنوز داشت واسه ما می نوشت سناریو بنویسه. مثلا چی بنویسه دوست داری؟ مثلا یه سناریو بنویسه. سناریو راجع به ویدیوی چت جی پی تی. آها اوکی، یک سناریو. نه فکر نمی کنم، یعنی امیدوارم که نه بخوایم همچنان بنویس. او میگه که too many requests in one hour, try again later. بعدم میگه امتحان کن. میخوای یه درخواست دیگه بهش بدیم ها؟ خب الان دوباره در واقع همون پیغامو داره میده. اگه اوکی من نیو چت رو بزنم کیوان جان، این نیو چتی بزنیم و دوباره با شروع بکنیم. بازم همون پیغامو داریم که too many requests in one hour, try again later. آقا این اکانت ما به مشکل خورده، یعنی اینقدر ازش سوال پرسیدیم گفت که دیگه زیادی داری میپرسی. بعد کلا ما هم به سختی تونستیم که اکانت بسازیم. حالا نمیدونم کیوان جان شما نظری چیه، چیکار کنیم ما با این؟ من ببرم ببینم رفیقمون. سلام. برو برو. میزه خیلی دو نفره نیست. خوبی ما تو کادریم هممون. این اکانت ما با بدبختی جور کرده بودیم. یه بابایی آره. از یه کشور دیگه ای برای ما اینو زده بود و متأسفانه ما انقدر ازش سوال پرسیدیم تو اتاق که آره قبل از سخت سوالمون پر شد. ممکن بود خب بچه‌ها حالا امتحان بکنن بعد به هر روشی که تونستن ساین اپ بکنن بعد مثل ما به همین مشکل بر بخورن. زیاد ازش سوال زیاد نپرسین دیگه. هر ساعت کوچولو سوالاتونو بپرسید بعد یه ساعت دیگه دوباره فکر بکنید چی میخواد ازش بپرسید. مثل ما قبل از ضبط کلی ازش سوال نپرسید. این شارژش بود. خب بعد من فکر کردم که خب بیایم الان یه راهکاری من به ذهنم رسید که بیایم اینو تست کنیم. خب چرا میتونیم؟ اگر ما بتونیم شما میتونید، شما میتونید، همه میتونن ازش استفاده کنن. ببین سایت برای حالا برای اینکه بتونین اصلا بهش دسترسی پیدا کنین اول باید وی پی ان داشته باشین. بله چه فنی صدا میده. صدا هلیکوپتر میده. امیدوارم صداش نویز نشه. سرچ کنین اوپن ای آی یا chat.openai.com خب که وارد چت جی پی تی میشین در صفحه لاگینش. بعد اینجا میذاریم ترای. بریم تستش. آره این راهی که ما رفتیم. حالا واسه رو فقط که تا حالا ما الان لاگین کردیم که دیگه نمیتونیم لاگین کنیم. یعنی دیگه اکانتمون یعنی صفحه اون صداش رو ثبت نام کرد. خواستیم یه ساعت هم وایسیم که خب ویدیومون نمیرسید. آره بعد عجله‌ای ضبط می‌کردیم و اینا. پس بریم ساین اپ کنیم. این در ادامه اما شماره می‌خواد. ثابت کن ربات نیستی. یه پسوردی هم براش می‌ذاریم. خب برو وریفای ایمیلتو تایید کن. بله چش.
وریفای شد. کو؟ نه شد. بریم داخل. بریم. یه رفرش بکنیم. آه. یه اسم بزنم. فرست نیم شما چیه؟ من که کیوان هستم. هندی هستی؟ مراحل بله. رسیم به یک مرحله جذابش. شماره تلفنت رو تایید کن. ما نه شماره مجازی میتونیم بزنیم. نه شماره ایران. آره چون خیلی هم سوال میکردن شماره مجازی ها رو میفهمه. شماره مجازی ما بزنیم؟ نه. من یه سایتی گشتم پیدا کردم. این ویدیو یک تبلیغ نیست دوستان. خب ما میخوایی توضیح بدیم که ایشون چیکار میکنه. ببین من اینو من الان خودم تست نکردم ولی این یه سری شماره در اختیار تو قرار میده. به اسم شماره اجاره ای. شماره عادی داره، شماره اجاره ای داره. این شماره ها مخصوص یعنی قابل تشخیص نیستن برای سایت های مختلف که شماره مجازی هن. و صرفا برای چیز استفاده میشن، برای اینکه یه کد تایید شما آره، بگیری اینجوری میتونیم بگیم که کارو در میاره واسه کارو در میاره. ببین شماره اجاره ای که مثلا اینجا اپراتورهای مختلف ما داریم میتونیم حالا هر چی خواستیم بگیم. من کاری به چیزی ندارم. قیمتاش تومن یه دونه بود. تو شماره عادی خیلی اونا گرون بود. اینجا یه دونه اوپن ای آی داره اتفاقا مثلا همین سا. ببین تمام پلتفرم ها رو داره ولی من کاری ندارم به این چیزا و اوپن ای آی رو میخوام و قیمتش هم خیلی خوبه. مثلا آمریکاشو به نظرم میایم آمریکاش گرونه. وی پی ان ما کجاست؟ پاریس. البته میتونیم که مثلا پاریس بگیریم. هم بدیم فرانسه. خب اگه بخوایم فرانسه بگیریم که پولو میدیم آمریکا مثلا. نه آمریکا 168 تومن گفتم که کنسل. آمریکا خیلی گرونه. شمارمو بعد اینجا سانسور بفرمایید. دریافت. دریافت کدو بزن. بله ما موافقی. ما کاری نداریم. ما شمارمون رو هزینه کردیم. ما هزینه کردیم. به به. شماره رو کپی می‌کنیم. روندم. یعنی صرف 900 933 مثلا ایران سله صرف 33 اینجا هم اینجاش با آی پیمون آورده اول فصل 67 42. برو من حفظ کردم من بد نیست. 42 65 742. 742 کد بده بیاد. سنت کد یعنی این الان کد بمون. واقعا اینقدر جهانی من تا حالا نه. بذار ببینم بذار ببینم. باریکلا حالا اینقدر خوشحال شدم. خب دیگه من برم شما رو با ویدیوتون تنها بذارم. به نظرم حالا یه سوال اینجا دور هم بپرسیم. چی بپرسیم؟ آها نسل انسان ها رو جواب نداد. من واقعا برام سوال نسل انسان ها کی منقرض میشه؟ فارسی بپرسیم؟ حالا دیگه به نظرم اینو فارسی بپرسیم. شما سرعت تایپت خوبه ها؟ مشکلات مختلفی مانند بیماری ما پرسیدیم قبلا. بیماری ها بیش از حد تولید. این فارسیش انقدر طول میده. انگلیسیش انگلیسی برات پلنگ مثل... جواب میده پلنگ. اصلا انگار زبون مادریشه که هست. جنگ جنگ مصرف نابهیجان بخش. به نظرم این بیشتر سوال اینجا متوجه شد که چی باعث میشه منقرض بشن. خب بنده خدا چه میدونه چی جوری. یه تاریخ به ما بگو. ولی چون از دانش انسان ها خارجه جواب نمیده به ما. به نظرم دیگه بریم سراغ ادامه ویدیو ها. شما میخوای دیگه نباش. واقعا ممنونم ازت. هزینه هم کردی؟ میگیرم از میگیری از من. تخصی کنه دیگه. خیلی ها میگن که چت جی پی تی قرار جای گوگل رو بگیره. مایکروسافت هم میخواد 10 میلیون دلار ناقابل تو شرکت سازنده این چتبات سرمایه گذاری کنه و چت جی پی تی رو تا 2 ماه دیگه به موتور جستجوی بینگ بیاره. اما اینکه حالا چت جی پی تی چیه و از کجا اصلا سرکلش پیدا شده موضوع ویدیومونه. به نظر من هم تنها رایی که بینگ میتونه از موتور جستجوی گوگل جلو بزنه و خیلی ها رو ترغیب بکنه ازش بیشتر استفاده کنن همین کاریه که مایکروسافت میخواد انجام بده. فرض کن مثلا توی بینگ چیزی رو سرچ میکنی به جای اینکه کل لینک بیاد بهتون نشون بده احتمال اینکه خیلی هم بهش در واقع بی رفت باشن خب زیاده ولی میاد جوابی که شما دنبالشی و دقیق و سریع بهت نشون میده و واقعا خیلی خفنه توی این موضوع. گفتم که حالا چت جی پی تی رایگانه اما دسترسی به سایتش برای ما ایرانی‌ها تقریبا مثل این میمونه که بخوایم از هفخوان رستم رد بشیم. الان دقیقاً با کیوان در موردش حرف زدیم و با هم دیگه راهش جلو رفتیم که دیگه شما الان کاملا متوجه بشید که چطوری میتونید اصلا از این سرویس استفاده بکنید. بیاین الان اصلا ازش بپرسیم که بابا ما ایرانی‌ها چطوری میتونیم ازش استفاده بکنیم. ها نظرتون چیه مثلا how could خب ببینیم چی جواب میده. Iranians can use my service in the same way as
anyone else. مثل اینکه میگه آقا ما آره میگه اصلا چرا باید متفاوت باشه، ولی داداش اینجا ایرانه، حالا شاید هم آبجی. ببینید واقعیتش اینه که وقتی باهاش چت میکنین انگار که دارین با یه آدم واقعی حرف میزنین، چون چیزایی که میگه خیلی طبیعی و روون و منطقیه. راستش حتی از منم که آدم واقعی هم یه جای بهتر حرف میزنه و بهترم مقاله می نویسه. فکر کنم تا چند وقت دیگه همه نویسنده و برنامه نویسا رو هم اصلا از کار بیکار بکنه. البته امیدوارم که این کارو نکنه. ببینید چت جی پی تی میاد با توجه به ساختار درون شبکه ایش، حالا داده هایی که انسان ها توی توییتر گذاشتن، توی کتابا گذاشتن، توی اینترنت، هر جای اینترنت که فکر بکنید رو جمع آوری میکنه، با توجه به مفهومشون، با توجه به معنایی که دارن به اون سوال شما جواب میده. و حالا با کیوان هم که اینجا نشسته بود در موردش صحبت کردیم، جواب هایی رو میده که از دانش انسان خارج نباشه. یعنی اگر هیچ حالا انسان این جواب رو ندونه، قطعا چت جی پی تی هم جواب رو نمیدونه. مثلا الان بزنین یه سوال دیگه بپرسم، همین سوال به زبان آره فارسی هم بپرسیم. فارسی آره، میتونی یه چیزی بهمون بگی که مثلا هیچ انسانی نمیدونه و داره فکر میکنه، واقعا داره فکر میکنه. ببینم، آها جواب داد، میگه چون من یک مدل زبانی هستم، همون جوابی که بارها باش مواجه شدیم، می توانم بر اساس متونی که برای پر کردن فضای ذهنی خود استخراج شده اطلاعاتی را پیشنهاد کنم که ممکن است هیچ انسانی ندارد. همچنین واقعا داره توضیحات دیگه می نویسه که در واقع همون جواب رو داره میگه که آقا ما مثلا، یعنی من نمیتونم اطلاعاتی رو بهتون بدم که هیچ انسانی اون رو نمیدونه. واقعیتش میدونی چیه؟ واقعیتش این میاد برای هر سوالی که احتمال میده ازش پرسیده بشه کلی جواب تولید میکنه. توی مرحله بعدی یه تیم خیلی بزرگ از کارشناسای انسانی شروع میکنن تمام این جوابا رو چک میکنن و بهشون امتیاز میدن. بعد چت جی پی تی موقع جواب دادن میره سراغ اونایی که بیشترین امتیاز رو گرفتن تا اینطوری چیزایی که میگه به سوالی که شما ازش پرسیدین مربوط باشه. تو همون روزای اولی که چت جی پی تی عرضه شده بود، وبسایت استک اوورفلو که توش کاربرا درباره کد نویسی سوال میپرسن، استفاده از این چت بات رو برای پاسخ به سوالا ممنوع کرد، چون متوجه شدن این جوابا در اکثر موارد اشتباهه و بدتر این که به نظر درست می اومدن. مثلا یادمه که حالا من فکر می‌کنم بچه‌ها داخل تدوین بتونن اسکرین شاتش هم اضافه بکنن، که من توی وبسایت خونده بودم که آقا اومده بود یه سوال ازش مطرح کرده بود، مثلا یک رابطه برادری، یک رابطه خانوادگی رو توصیف کرده بود که آقا این برادر اونه، فلانی باباشونه و این داستانا. آخرش ازش پرسیده بود که مثلا بابای کیه، یا نه یادم نمیاد برادر کیه، ازش سوال پرسیده بود، این نسبت رو داخل سوال پیچونده بود و آخر سوال هم ازش پرسیده بود که این نسبته چیه، و چت جی پی تی همچین هنگ کرد و نتونسته بود جواب بده، در صورتی که اگر سوال خوب ازش ساده میپرسیدین قطعا جواب میداد. یعنی در این حد میتونم بهتون بگم که دقیق نیست، یعنی یه خورده بپیچونی ممکنه به مشکل بخوره. حالا یه چیز باحال، شاید هم عجیب، چت جی پی تی یه مشکل بزرگ داره. ببین اصلا بریم تو دلش ازش سوال بپرسیم. میخوام در مورد اون تور، اون چکش مارول بپرسم ازش که اصلا واقعی یا نه. ایز تور ریل؟ خیلی اعتماد به نفس داره، واقعا اصلا انسان عجیب میخواستم بگم، انسان نیست که. خب میام کنم داره در مورد تور صحبت میکنه که میگه که مثلا یه کارکتره و حالا مثلا مهم نیست جوابش. میخوام بهش بگم که اوکی، میخوام بگم که آقا شما منبعت کجاست؟ بر چه اساسی داری این حرف رو میزنی؟ بذار بهش بگم که give me links. ببینم که اصلا لینک به ما میده، بر چه اساسی داره این صحبت ها رو میکنه، چه لینکی منبعشه. خب لینک ها رو داره به ما میده، کیوان جان لینک ها داره میاد. خب اولین لینک رو باز میکنیم، احتمالا لینک های دیگه هم بده، دقیقا هم داره همینجوری میشه، میره سراغ لینک دوم. مثلا همین لینک رو بزنیم، میخوام همین چیز عجیبه رو اینجا بهتون نشون بدم. اینجا به ما یک لینکی رو میده و میگه بر این اساس من دارم بهتون دیتا میدم. به نظرتون بقیه لینک ها چی؟ اینم بذار امتحان بکنیم. خب اینم وجود داره، اینم یه وبسایتی که داره در موردش حرف میزنه. اینجا میگه که آقا ما به مشکل دیتابیس خوردیم. چون حالا من قبل از اینکه بیایم ویدیو رو ضبط بکنیم چند جا رو امتحان کرده بودیم، یعنی لینک هایی رو به ما میداد
که لینک ها وجود خارجی نداشتن. یعنی همینجوری بر اساس یه نمیدونم حالا چی تو ذهنش بوده همینجوری یه لینکی به ما میده میگه حتما یارو نمیره چک بکنه دیگه، ولی واسه من مهم بوده که از تو پرسیدم لینکش کجاست. یعنی خیلی وقت ممکنه شما ازش سوال میپرسید و ازش دلیل میخواید، ازش سورس میخواید و میگید لینک اون سورس رو من بده، ممکنه لینکی رو به شما بده که اون لینکه در واقعیت اصلا وجود نداشته باشه. حالا اینا رو بذارین کنار، یه چیزی بهتون بگم از اینم خفن‌تر. اوپن ای آی همین حالا داره روی مدل جی پی تی 4 کار میکنه که از مدل قبلی یعنی جی پی تی 3 که همین چت جی پی تی بهش مجهزه خیلی خیلی قوی‌تره. جوری که اگه برین از بچهای سیلیکون ولی که تو حوزه هوش مصنوعی کار میکنن بپرسین، یه جوری راجع به جی پی تی 4 حرف میزنن که انگار قراره جادو بکنه. البته من که شخصا نپرسیدم، اونا که پرسیدن اینجوری میگن. چت جی پی تی همین حالا هم اینترنت رو زیر رو کرده. فکر میکنین دنیا برای مدل قوی‌تر و بزرگتر و هوشمندترش آماده است یا نه؟ شما هم سوالاتتون رو داخل کامنت‌ها میتونید بپرسید، همه رو جمع و جور بکنیم، مثلا میتونیم یه ویدیو دیگه در موردش بسازیم که داخل اون سوالای شما رو ازش بپرسیم. خوشحال میشیم نظراتتون راجع به اینترنت و کلاً دنیای مبتنی بر هوش مصنوعی بشنویم. دمتون گرم که تا آخر ویدیو اومدین. یه سلام به کامیونیتی بزنید که اونجا هم در موردش حرف زدیم، سوالاتتون اونجا هم میتونید بپرسید. خیلی ممنون.